با درود. چند ساله با ورود به سن بلوغ پدرم خیلی به من نصیحت میکنه. انتظار داره همه کاره باشم، زینکه بتونم هر وسیله ای را تو خونه باز کنم ببینم، یا اینکه هر کاری بلد باشم یا در مورد همه چیز اطلاع داشته باشم. میگه اگه زن بگیری میتونی تمام وسیله های تو خونه رو درست کنی. هر کسی رو یکی با من مقایسه میکنه. با این همه که بگذاریم از فرهنگ غلط و موارد دیگه، من چیکار کنم؟ من مقایسه شده و کمالگرا شده، چه میتونم بکنم؟ چند سالشون رو خانم ارشادی؟ سنشون رو ننوشتم. چند سال با ورود به سن بلوغ؟ به نظر میاد که زیاد به قول انگلیسی هندیمن بودن و یا کارای فنی یاد گرفتن رو خیلی دوست نداری. پدرم داره تلاش میکنه که تو رو هندیمنت بکنه، مردی بکنه که یاد بگیری کارای خودتو خودت انجام بدی. لوله اتفاقی برای لوله میفته، یه کار خونه چیزی رو میخوای وصل کنی، یا یه دستگاهی خریدی و وصلش کنی. اینا چیزای هندیمنیه که خیلی خوبه یاد بگیری، اما شاید روش بابا خیلی غلطه، خیلی داره پوش میکنه، خیلی داره فشار به تو میاره، یا اگر با صدای تحقیرآمیز صحبت میکنه تو رو آفت کرده، تو رو خاموشت کرده. در این مورد خیلی خوبه که انسان، چه مرد و چه زن، یه مقدار خفیفی هندیمن باشه که دیگه عاجز نشه توی کارهای خیلی ساده، مخصوصا تو کشورهای ما. خب خانم‌ها خیلی توقع دارن که آقایون خیلی چیزها رو بلد باشن. اگر بلد نباشن شاید مورد تمسخر قرار بگیرن که این چقدر بیارزد، هیچی بلد نیست. و پدر شما داره تلاش میکنه که به اصطلاح خودش یه مرد بار بیاره که استقلال داشته باشه. یه تجدید نظری در مورد خودت بکن. اولا ببین چرا دوست نداری این چیزایی که بابا میگه یاد بگیری. چون همه که نباید یاد بگیرن، همه نباید دوست داشته باشن یاد بگیرن، میفهممت. ولی بیشتر صادقانه نگاه کن، ببین آیا یه خورده از روی لجبازی داری سعی میکنی یاد نگیری چون بابات خیلی داره فشار بهت میاره. این صدای منم برای بابا بذار. تمنای منم از بابا اینه که فشار به تو نیاره، با تحقیر صحبت نکنه. خیلی غیر مستقیم ما میتونیم خیلی راحت بچه‌هامون رو تشویق کنیم بدون اینکه بخوایم تحقیرشون کنیم یا دستور بهشون بدیم یا جست بگیریم که ببین من بلدم، تو هم بلد باید بلد باشی. ما خیلی راحت میتونیم بچه‌هامون رو مثلا داریم یه قفسی درست میکنیم، یه کار، حالا هر کاری، بچه‌مون رو صدا کنیم، عزیزم این ور رو بگیر، اون ورش رو بگیر، باریکلا، به به، تو بیا این چکش رو بزن، اگر خطر نداره البته، اون رو که بستگی به سن بچه‌ام داره. یه کارایی رو بدیم کوچولو دست بچه‌مون انجام میده همراه با ما. خب این خیلی کوالیتی تایم، این وقت با کیفیتی که پدر یا مادر با بچه‌شون انجام میدن، به بچه‌ها خیلی دوست دارن، مخصوصا موقعی که مورد تشویق قرار میگیرن. و بعد که مثلا یه باکس رو می‌خواید به هم دیگه وصل کنین، اون که تموم شده وصل شد، حالا دیگه به همه، هر کس هم که میاد نگاه می‌کنه میگه که من با دخترم یا من با پسرم اینو درست کردم. اینجوری بچه‌ها خیلی تشویق میشن و خیلی راحت‌تر هندیمن و هندیوومن میشن، یعنی کارهای دستی و خونگی رو خیلی خوب یاد میگیرن، تا اینکه هی دستور بدیم به آدم هی تحقیر کنه که فردا میخوای تو مرد زندگی بشی، فردا میخوای شوهر و بابای بچه‌ها بشی، تو هم بی‌عرضه‌ای، بهت میخندن. اینجوری وقتی صحبت کنیم بچه‌ها خیلی خیلی هرت میشن و بیشتر سویچ آف میشن به جای اینکه آن بشن، و ممکنه که لجبازی کنن. و اصلا و اگرم حتی دوست دارن، به خاطر اینکه تو اونجوری گفتی من اصلا نمیخوام دیگه یاد بگیرم. و جلوی یک پیشرفت خیلی خیلی بزرگ و یه وقت ممکنه که یه پدر یا مادر نادانسته جلوی یک پیشرفت از بچهش بگیره، در صورتی که چقدر دوست داشته این پیشرفت بشه و خود اون بچه هم چه استعدادی داشته. به هر حال خودت سعی کن ببین آیا دوست داری. اگر دوست داری از بابا خواهش کنه از طرف من که درست راهنمایی کنه و تشویقت کنه و گود لاک.